دهمین روز خرداد ماه برابر با 31 می سال 1266 خورشیدی برابر با 1887 میلادی. در گذشت گوستاف کیرشهاف، فیزیکدان آلمانی و کاشف طیف خورشید که حداقل 6 عنصر از عناصر شناخته شده در زمین و در طیف خورشید را کشف کرد. وی کاشف 2 عنصر سزیوم و روبیدیوم نیز می باشد. او همچنین درباره برق و خواص آن پژوهش‌های ارزشمندی انجام داد و اثبات نمود تغییر ناگهانی ولتاژ یک دستگاه نیز با سرعت نور حرکت می کند. گوستاف کیرشهاف سرانجام در 53 سالگی درگذشت. سال 1309 خورشیدی برابر با 1930 میلادی زادروز کلینت استود، بازیگر، کارگردان و تهیه کننده آمریکایی برنده 4 جایزه اسکار، 2 اسکار برای بهترین فیلم و 2 اسکار برای بهترین کارگردانی. او که در ابتدا فقط به عنوان بازیگر و اغلب در نقش کابوی ظاهر می شد، رفته رفته به کارگردانی و بعدتر تهیه کنندگی نیز روی آورد. آنچه همواره در فیلم های کلینت استود قابل احساس است، تلخی بیش از حد ولی صادقانه است که به بحران های دنیا می پردازد. جنگ و پیامدهای اشتباه آن، تجاوز، معلولیت، تبعیض نژادی و هزاران مورد از این دست در اغلب این آثار مشهود است. کار تهیه کنندگی و موسیقی فیلم هم بر عهده خود او بوده است. از معروفترین ساخته های کلینت استود می توان به نامه های از ایوجیما، پرچم های پدران ما، دختر میلیون دلاری و نابخشوده اشاره کرد. سال 1354 خورشیدی برابر با 1975 میلادی برج شیشه و عمارت ارگ قدیم عراق از بناهای قدیمی و معروف این شهر در زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار که همزمان با ساخت شهر عراق قدیم به فرمان سردار اعظم حکمران عراق ساخته شده بود، در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت و ثبت ملی شد. این بنا یا مقر حکومتی که در بافت قدیمی شهر عراق در خارج از فضای اصلی و در قسمت شمالی شهر قرار داشت، با مساحتی گسترده دارای فضاهای گوناگونی بود. این مقر متشکل از 3 طبقه جدا از هم دارای تزئینات با طرح‌های لوزی در طوق 2 طبقه بالا هنگام تابش آفتاب چنان درخشندگی خاصی می‌یافت که سبب می‌شد این برج را برج شیشه بنامند. مساحت این مقر بنا به نوشته سالنامه معارف عراق برابر با 1.5 بقعه و متشکل از فضاهای اداری، نظامی و پذیرایی بود. مجموعه ارگ حکومتی دارای تالار آینه خانه، برج قلعه فرنگی، اندرون امیر، حوزخانه، دیوانخانه، تالار کرناخانه، وزیرخانه، مسجد ارگ، سرطویله، 12 ارگ بالا که در سال 1361 و برخلاف قانون بخش‌هایی از این مقر شامل برج شیشه به همراه قسمتی از خانه سپهدار و عمارت نظمیه تخریب شد.